یا علی مدد، یا علی مدد. ببینید دوستان عزیز و بینندگان محترم، این که آدم درس علم دین فرا بگیرد، این بهترین سعادته، بهترین سعادته، چه مرد باشد آدم، چه زن باشد. اما حوزه های شیعه امروز اغلب اینها به دست فرقه دجالیه هست و در اینجا آدم و بجای اینکه عقیده آدم خوب بشه، معلومات دینی آدم بیشتر بشه، آدم بیشتر گمراه می شود. و امروز طلاب حوزه علمیه قم اینها بزرگترین مصدر غوایت و گمراهی مردم هستند و اینها خودشان فاسد العقیده هستند و بی اطلاع از دین هستند و همچنین وقتی که بین مردم میرن مردم را هم بی دین می کنند. مشکل اینه. لذا خواهران محترم و برادران محترم که بخوان درس دین یاد بگیرن، اینها سعی بکنن که در مدارس دولتی، مدارس پیرو خامنه ای نروند. علمای دین سنت، علمای سنتی در ایران هستند، در هر شهری چند نفر علمای قدیمی یا حتی از علمای جدید که فکرشان مطابق فکر اصیل شیعی هست موجودن، عددشان زیاد نیست، علمای دجالی بیشترن، مدارس دست علمای دجالیه، اما اینا موجود دارن. با این علمای سنتی شما رفت و آمد بکنید، با اینها نشست و برخاست کنید، سلام علیک بکنید و از اینها بخواهید که برای شما کلاس درس بگذارند، برای شما تعلیم دین بدهند و سعی بکنید با اونها، از اونها یاد بگیرید. و اگر در شهر شما مدرسه ای هست که در اونجا همچین علمای درس میگوین، اونجا برید، خدا خیرتان میده، نزد اونا تعلیم دین حاصل بکنید. بعدم که کتاب های خوب زیاده، کتاب های خوب، کتاب های علامه مجلسی، کتاب های مقدس اردبیلی، اینها را مطالعه بکنید و اینا قاعده آدم را بسیار خوب میسازه. همچنین سخنرانی های علمای خوب، علمای صحیح العقیده بودن، مانند مرحوم آقای کافی، مرحوم شیخ محمود حلبی خدا رحمتشان بکند، امثال اونها را، سخنرانی های آقای وحید خراسانی خدا حفظ کنه ایشون رو، اینها را گوش بکنید، اینها عقیده شما را خوب میسازه، محکم میسازه. این شبکه را نگاه بکنید. اگر شما، اگر بینندگان محترم، این کسانی که یک مقدار درس خواندن، این سخنرانی های مرا بنویسند، بعد پیرامون آن تحقیق بکنن، اون حرفایی که من گفتم تحقیق بکنن، اون سررشته هایی که، سرنخ هایی که من دادم، اونها را دنبالش بگردن، خیلی مطلب زیاد گیرتان میآید. و اصلا این حوزه، این شبکه، نه از این که بخوام از خودم تعریف بکنم، این شبکه بزرگترین دانشگاه، بزرگترین حوزه هست، اگر شما قدرش را بدانید. و از خیلی چیزها، چه اگر چه شما طالب علم باشید، چه شما دانشگاهی باشید، چه استاد دانشگاه باشید، چه شما استاد حوزه باشید، در هر سطحی که باشید، مطالبی که از این شبکه گفته می شود، نه این که من خودم را بخوام تعریف بکنم، حقیقت امر اینه که اینا را شما کمتر جایی میابید. و اگر شما اینا را بنویسید، اینها را مثلا اونهایی که وقت دارن به صورت کتاب در بیارید، رفقایتان بدید، بدهید چاپ بشود، این برای خودتان خیلی خوبه و خیلی مطلب گیرتان میآید. شما مثلا طلاب علم میرن درس آقایون را مینویسن، فلان آقا مثلا درس اصول میگه، اون را مینویسن، تا بعد اون را همه گیشن اونجا نشسته مینویسن، تا بعد اون را به صورت تقریرات چاپ بکنه، اونا یا درس فقه را مینویسن، اونا زیاد فایده ای نداره، یا از بگیم فایدهش خیلی خیلی کمه. شما طلاب حوزه که این شبکه را نگاه میکنید، اگر این درس ها را بنویسید و اون جاهایی که مثلا کلام من مبهم بوده، کم بوده، شما باید دنباله گیری بکنید، اونها را ریشه هاش پیدا بکنید. میدانید شما چقدر علامه میشوید؟ شما اصلا شما یک مخزنی میشوید از برای از علم و یک سرمایه میشید از برای تبلیغ و دفاع از مذهب حقه. لذا بینندگان محترم، طلاب حوزه و غیر آنها، خب حالا من عالم خوب، نه من عالم بد، من توهین کردم، مرا ول کنید. شما کسانی که میخوان علوم دین یاد بگیرن، برید پیش علمای خوب که در شهرتان، اون پیش اونا عقاید حق را یاد بگیرید، سیره ائمه علیهم السلام را یاد بگیرید، از اونا بخواید، پیش اونها التماس کنید که به شما درس بده. اما مدارس دجالیه رفتن اونها، این غیر از ظلمات،
و غیر این که آدم از دین دور بشود و آدم بله حیران بشود، سرگردان بشود در امر دین. دیگر نتیجه دیگری ندارد. سرگردانی و حیرانی یعنی یقین آدم به شک تبدیل بشود، آدم در عقاید خود ضعیف بشود، بعد گمراه بشود در پاره ای از مسائل. نتیجه اش